پنجشنبه 21 دسامبر حدود 150 نفر در استدیو سیتی لس آنجلس جمع شدند و در سفری بی آغاز و بی پایان بلندترین شب سال را با شهریار قنبری سپری کردند. این شبا اسمش از شب ترانه که نفس به نفس با مردم باشیم، هرچه فضا بسته تر باشه رابطه بهتر جا میفته و شکل میگیره. در ضیافت یلدا، شهریار قنبری انتشار 3 کتابش در ایران، گفتن برای زیبا شدن، لیوناردو شهریار، بنویس ساعت پاک نویس را نیز با هوادارانش در لس آنجلس جشن گرفت. بعد از 3 دهه در حقیقت قرار شد که من بتونم کارامو در ایران منتشر بکنم. هنوز ترانه هامو نمیتونم منتشر کنم. هنوز صدای من اونجا قابل انتشار نیست. هنرمندانی که شاید از ابتدای فعالیت شهریار قنبری در عرصه هنر با او بودند نیز در این شب استثنایی همراه شهریار قنبری بودند. روزگاری که ما با هم دیگه داشتیم با فرهاد مهراد، خواننده بزرگ ایران، خب تو لکت بود، آهنگ اولی رو که خون جمعه مال شهریار قنبری بود. شهریار قنبری در این محفل دوستانه از دریا کنار تا سن میشل خاطراتش را با دوستدارانش مرور کرد. از گرفتن مجوز تا انتشار این کتاب ها 5 سال می کشید، اما شهریار قنبری از تلاش دست نکشید. این حق طبیعی منه که در سرزمین منتشر بشن، فارغ از اینکه با کسی اختلاف سلیقه داشته باشم یا نداشته باشم. شهریار قنبری این روزها مشغول ضبط اثری جدید است، یک عاشقانه ناب برای همسری که 2 سال است دیگر با او نیست. پریسا فرهادی، ایران اینترنشنال، لس آنجلس.